شما همراهان همیشگی دکتر سلامت به کانال خودتون در یوتیوب خیلی خوش اومدین. امروز قصد دارم از تأثیرات عجیب ترشیجات بر بدن برای شما بگم. پس ما رو در این ویدیو همراهی کنید و لایک و سابسکرایب کردن ما رو فراموش نکنید. فواید مصرف ترشی. یکی از مواردی که معمولا به ترشی ها اضافه می شود سرکه می باشد. سرکه به ویژه سرکه سیب در کاهش قند خون تاثیر دارد و در اثر کند کردن هضم و جذب کربوهیدرات‌ها از افزایش قند خون بعد از مصرف غذا جلوگیری می کند. از این رو مصرف ترشی در حد اعتدال در بیماران مبتلا به دیابت مفید است. خواص تغذیه ترشیجات. در تهیه ترشی ها معمولا از سبزیجات و میوه‌جات مفید و ارزشمند و با خواص تغذیه خوب استفاده می شود. از آنجایی که در فرآیند تهیه آنها حرارت وجود ندارد، پس خواص تغذیه آنها تا حدی حفظ می شود. از طرفی فرآیند ارزشمند تخمیر در اثر فعالیت باکتری های لاکتوباسیل در تولید ویتامین های گروه B نقش داشته و در واقع همانند پروبیوتیک ها عمل کرده و بر سلامت دستگاه گوارش تاثیرگذار خواهد بود. البته لازم به ذکر است که در فرآیند تهیه ترشی ها برخی از مواد مغذی دستخوش تغییرات می شوند که به ماهیت ماده عمل آوری و مدت زمان آن بستگی دارد و هر چه زمان نگهداری طولانی تر باشد کاهش ارزش تغذیه مواد مغذی بیشتر خواهد بود. برای مثال ویتامین C و اسید فولیک از حساس ترین مواد مغذی می باشند که طی این فرآیند به شدت کاهش پیدا کرده و یا کاملا از بین می روند. همچنین خوب است بدانید ترشی در مقایسه با محصولات لبنی همچون ماست و پنیر که طی تخمیر مغذی تر می شوند ارزش تغذیه چشمگیری ندارد. اسید لاکتیک که تولید شده در فرآیند تخمیر حمایت کننده ی رشد فلور طبیعی بوده و باعث نرمال شدن سطح اسید معده شده و به جذب پروتئین و آهن بدن کمک می کند. تخمیر باعث کاهش ترکیبات ضد تغذیه‌ای می شود. فرآیند تخمیر در تهیه ترشی باعث کاهش 87% نیترات طبیعی این موجود در کلم و 70% اسید اوگزالیک چغندر می شود. همچنین فرآیند تخمیر باعث شکسته شدن فیتات ها شده و از این طریق جذب مواد معدنی افزایش می یابد. دانه های خردل و زردچوبه که معمولا در تهیه ترشیجات به کار می روند باعث بهبود هضم و تقویت سیستم ایمنی می گردند. ترشی ها معمولا اشتها آور بوده و باعث بهبود مصرف مواد غذایی می شوند. مضرات مصرف ترشی. طی تخمیر خاصیت اسیدی ترشی مضاعف شده و در صورت مصرف بیش از حد باعث افزایش ترشح اسید معده می شود و برای مبتلایان به زخم و ورم معده و ریفلاکس معده بسیار مضر است. دشمن دندان ها. تمام ترشی ها و خوراکی های اسیدی با پی اچ پایین می توانند در مینهای دندان و لثه ها نفوذ کنند و علاوه بر سوز کردن دندان ها باعث تخریب و فساد دندان ها و لثه ها شوند. دکتر عزیمی معتقد است برای اینکه مینهای دندان کودکان در مقابل مواد شیمیایی و اسیدی آسیب پذیرتر است، بهتر از خوراکی های ترش و اسیدی مثل ترشی را کمتر مصرف کنند. این شورها و ترشی های با نمک. با توجه به اینکه در تخمیر مزه ترش و اسیدی در شور و ترشی غالب می شود، برخی افراد با این گمان که محصول ترش است و نمک کمی دارد بیش از حد آن را می خورند. اما باید بدانید شور و ترشی هر دو حاوی میزان بالای نمک است و برای مبتلایان به نارسایی کلیوی، بیماران قلبی و عروقی و افراد با فشار خون بالا محدودیت مصرف دارد. از سوی دیگر مصرف ترشی های بسیار شور و مملو از ادویه‌جات تند همراه غذاهای گوشتی از قدرت جذب پروتئین گوشت می‌کاهد. لازم است بدانید اگر ترشی را بدون نمک تهیه کنید تا مدت نسبتاً زیادی ماندگاری دارد و طعم آن با ترشی‌های پرنمک برابری می‌کند. ممنونم از اینکه با من همراه بودید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.